این مناظره اهمیت زیادی برای ایران امروز داره و به ویژه صحبت‌های موسی غنی‌نژاد جای بحث و بررسی و تحلیل زیادی داره، چرا که تا حد زیادی به ما مختصات وضعیت اقتصادی ایران و دورنمای آیندهش رو نشون میده. ما معتقدیم که حرف‌های غنی‌نژاد به صورت بسیار هوشمندانه‌ای ادامه حرف‌های حسن روحانی و نوعی به شکلی تقاضای رفراندوم در جمهوری اسلامی بود و امشب به شما نشون میدیم که چگونه اینطوره. اما قبل از هر چیز اجازه بدین که اعلام خوشحالی کنم از اینکه بالاخره پکیج فروش ها و خرده فروش های اقتصادی در ایران امثال کسانی که کارشون نوسانگیری و آموزش دلالی و آموزش کل ملق زدن در بورس و بازی های اینگونه است از میدان بیرون رفتن و اصل کاری ها و به شکلی اساتید و مراد ها به میدان آمدند، نه نوچه های دست هفتمی که کارشون همونطوری گفتم آموزش دلالی به مردم بخشی از جامعه است. و خیلی خوشحالیم، امیدوارم که بقیه اساتید هم مثل جناب آقای دکتر نیلی، آقای طبیبیان، آقای طیب نیا، آقای مشایخی، آقای مدنی زاده به میدان بیان حرفاشون رو صریح بزنن و اجازه بدن که جامعه با حرفاشون آشنا شن. اینجا من شخصا به عنوان علی علیزاده و همینطور هم در جدال به عنوان پلتفرمی که ما در این 3 سال ساختیم در راستای منافع ملی ایران از تمامی این دوستان دعوت میکنم، از آقای غنی‌نژاد دعوت میکنم که حضور پیدا کنن و مستقیم ما بتونیم باشون حرف بزنیم و سوالاتمون رو بپرسیم، تا که فقط با اکو ایران و تا که با رسانه فولاد مبارکی میخواد حرف بزنه. آقای غنی‌نژاد چرا با رسانه های مخالفتون صحبت نمیکنید؟ مگر شما مدعی لیبرالیسم نیستید؟ مگر شما مدعی آزاد اندیشی و به شکلی دفاع از فکرتون نیستید؟ من شما رو به برنامه جدال دعوت میکنم تا اینکه با شما گفتگوی در راستای منافع ایران و در چارچوب قوانین شناخته شده رسانه‌ای داشته باشیم. همینطور هم از آقای مشایخی و از همینطور هم از دکتر مدنی زاده که این روزها فعال شدن بعد از 1 سالی که فعال نبودن و با چند توییت شخص خود من و دوستان دیگه در سال گذشته فضای عمومی رو رها کردن. الان یک هفته دو هفته‌ای که آقای مدنی زاده هم فعال شدن، من از همه دوستان دعوت می‌کنم، ما با شما دوستانی که در نهایت اساتید دانشگاه هستید و با فکر سر کار دارید گفتگو داریم. ما با پکیج فروش ها، با دلال ساز ها و با نوسانگیر ها مسلما گفتگویی نداریم. من با شما گفتگو داریم و گفتگوها هم مسلما از ریشه از جنس فکر خواهد بود، برای اینکه دعوای بین لیبرالیسم و به شکلی مکاتب دیگه دعوای قدیمی 2300 سال است و جای اندیشه داره و هیچ گونه ایرادی هم نداره. بذاریم با بخش اول صحبت های غنی‌نژاد صحبت کنیم. حالا بریم ببینیم که در اون فضایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن و قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش اقتصادیش مبنای نظام اقتصادی ما قرار گرفت چی بود؟ این حرفا بحث اصلی دکتر غنی‌نژاد و اگر شما این 1-2 دقیقه رو با من همراه باشید چارچوب و استخونبندی اصلی صحبت‌های ایشون رو ما در میاریم و بعد دیگه میتونیم واقعا وارد بحث‌های جدی‌تر بشیم. ریشه اینا زمانی که در سال 57 یعنی 1979 فوریه 1979 در ایران انقلاب شد، اندیشه هایی که در دنیا غالب و رایج بود اندیشه های چپ بود و انقلاب اسلامی در ایران هم استثنا نبود. انقلابیون ایران به شدت تحت تاثیر اندیشه های چپ بودن، اندیشه های مارکسیستی بود. و اگر بگم که دو تا تئوریسین خیلی مهمه انقلاب اسلامی رو نام ببرم، البته من به بخش سیاسیش نمیپردازم، به اقتصادش رو بیشتر میگم. یکیش دکتر شریعتی بود که اندیشه های و جای جای اندیشه های اون رو در شما در قانون اساسی میبینید. خب اصل حرف های غنی‌نژاد اینه که قانون اساسی ایران به شکلی یک چارچوبی که اقتصاد امروز رو توضیح میده، این قانون هم متأثر از اندیشه های چپ بوده. اون موقع چپا و مارکسیستا و غیره تو دنیا برای خودشون جولون میدادن و شالتاک میکردن، برای همین در ایران هم این اندیشه ها بر کرسی نشسته. حالا جلوتر میگه اصول 43 تا 56-57 رسماً اصولی سوسیالیستی هستن. مرحوم شده بودن نبودن، اما آقای بنی صدر اونجا
نقش خیلی مهمی در تدوین قانون اساسی و بخش اقتصادیش داشتن. این تو صورت مذاکرات خبرگان اول اومده دقیقاً که ایشون چه نقشی داشت. هر دوی این بزرگوار، آقای بنیس اجنبی های نمیدونم سرمایه داری از این حرف هاست، مخالفت با نظام بازار، مخالفت با اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد، سرمایه داری و رفتن به طرف خودکفایی، اینا تو قانون اساسی. این اصلا فقط حرف آقای غنی‌نژاد نیستش، حرف دکتر نیلی هم در گفتگویی که اخیراً با اکو ایران داشت گمانم یا اقتصاد آنلاین به همراه محمد فاضلی گمانم دقیقاً همین حرف رو میزنه. یکی از مشکلات اصلی رو پارادایم خودکفایی میدونه و معتقده که این خودکفایی باعث فلج شدن ایرانه و این نداشتن بازار آزاد. خب من یه فقط بتونم که اون بحث اصول اساسی رو به دست بیارم آمد. دیگه عبور خب. میکنم از این ویدیو. قانون اساسی جمهوری اسلامی اونجایی که به اقتصاد پرداخته فصل چهارمش هست، از اصل 43 تا اصل 55 اینها فصل چهارم هست که فصل چهارم عنوانش هست اقتصاد و امور مالی. خب جالب است که بدونید که اندیشه حاکم بر این فصل که میشه 12-13 ماده اندیشه های چپه، اندیشه های سوسیالیستیه. اگر جسارت کنم بگم که اصلا از اسلام اونجا خبری نیست تو این اصولی که عرض میکنم. خب جناب آقای غنی‌نژاد الان نگران اینه که قانون اساسی ایران به قدر کافی اسلامی نیستش و نشانی از فقاهت و مکاسب و به شکل اصول فقهی اسلام رو ما در قانون اساسی نمی‌بینیم و از اصل 43 که ما الان نشون خواهم داد تا اصل 55-6 اینا ملهم از اندیشه‌های سوسیالیستی و اینها هستش که باعث شده که ایران امروز به این وضع بیفته، ایران فقیر بشه، ایران به شکلی توسعه‌اش عقب بیفته و همونطور که در جای دیگه هم گفته اقتصاد دولتی مهمترین دلیل توسعه نیافتگی کشوری مثل ایرانه. بسیار خوب، امشب فقط همراه باشید یه مقدار میان اول بحث من یه خورده بعد کلیات رو بگم و بحث شاید یه خورده فنی باشه، اما این بحث امشب از هم یکی از مهمترین بحث هاست و بحثم بعد از اقتصاد سیاسی و مسائل فلسفیه. خود شما دیدید که شما رو از صبح تا شب در مورد اقتصاد میترسونن با زبانهای شبه کارشناسانه، شبه علمی، با جارگون یا زبان فنی و با این ترفند ها و شامورتی بازی ها. همشون هر اقتصاددانی که خیلی فنی حرف زد بدونی که داره شامورتی بازی میکنه تا به شکلی مردم عادی رو از مسئله‌ای که به منافع اونها مربوطه و مهمترین مسئله است باز بداره. مثل شما برید دکتر و دکتر بگی آقا من بعد چیکار کنم، من سرطان دارم، من بیماری قلبی دارم مثلا، چیه دکتر یه اصطلاحاتی به کار ببره که اصلا شما نتونی متوجه شی و از در مطب بیای بیرون گیج و ویجتر از قبل، بگی که چم پی اچ اونجا روی 15 از روی 17 فلان، سی ال 5 تو رفته روی 16 به آنزیم فلان. خب من بگو چیه، من الان کبدم مشکل، من بعد چیکار کنم، بعد زبانی بگو که برای من قابل فهمه و قابل ارتباط گیریه. برای همین امشب اتفاقا تو این گفتگو دیدیم که اقتصاد واقعی زبان قابل ارتباط گیریه. این دو تا آقای شماشون حرفای فنی عجیبی نزدن، بحث اقتصاد سیاسی کردن در مورد و اقتصاد سیاسی از ریشه فلسفه است، از ریشه آن چیزی است که ما می‌خواهیم برای جامعه چگونه با هم بودن ما قراره که روابط بین انسان‌ها چگونه به شکلی ساماندهی بشه که ما انسان‌ها همدیگر رو بدریم یا کمتر بدریم، یا دولتی باشه که مواظب باشه زیاد همدیگر رو نداریم، اگه دریدیم گوشت هم خوردیم استخون همدیگر رو نخوریم و غیره و غیره. برای همین اقتصاد از جمله این سوال خیلی معمولیه که همه 85 میلیون ایرانی و همه 8 میلیارد انسان زمین باید باهاش آشنا باشن و بتونن توش سر در بیان چه اتفاقی داره میفته و نترسید از مسائل اقتصادی. و امشب می‌خوایم این کارو انجام بدیم و توضیح بدیم. خب حالا چرا اینجوری شده؟ از ماده 43 تا 55 میشه چقدر؟ در این 12-13 ماده خب ما یک در اسلام یه بخش فقه داریم، فقه یه بخش معاملات داره که خیلی مهمه، درسته؟ هیچ اثری از اینا تو نمیبینی چون اندیشه ای که اون به خصوص اون ماده 43 رو نوشته و بعد 44 که پشت سر اون آمده من توضیح میدم چجوریه برگرفته از
تئوری های اقتصاد، تئوری های اسلام و فقه اسلامی و فقه شیعه نیست، برگرفته از یک تئوری هست که اون زمان رایج بود، مد بود، به اسم راه رشد غیر سرمایه داری. خب تئوریسین این راه رشد غیر سرمایه داری کی بود؟ رفیق اولیانوفسکی، معاون بخش بین الملل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی. چون ممکنه فکر کنید که این حرفا بخوره حرفای گاسیپ مانند و غیبت مانند و خیلی ربطی علمی نداره، ولی این حرفا به ویژه برای کسایی که سالهاست ایران زندگی نمی کنند، این حرفا بخشی از عمیق‌ترین ریشه های ایدئولوژیک ذهن بخش عمده از جامعه ایران، به ویژه تکنوکرات ها، به ویژه بخش های درس خوانده طبقه متوسطه. این قصه، این روایت، این افسانه که آقا اول انقلاب کمونیستا و سوسیالیستا و حزب توده خیلی قدرت داشتن و رفتن کتابای به شکلی روسا رو ترجمه کردن، آقای خمینی و بقیه مسلمان‌ها و اول انقلابیام که سواد چندانی نداشتن از دنیای مدرن همونجوری با دهن باز اینها رو اعمال کردن و این شد وضع ما. بعدم که خیامی و حاجی برخوردار و چهار تا آدم انترپرنور کار آفرین رو هم از کشور بیرون کردن و کارخونه هاشون رو مصادره کردن و همه چی دولتی شد و وضع ما شد به این وضع. همینه که ما بدبختیم، ژاپن وضعش خوبه، کره جنوبی وضعش خوبه، مالزی خوبه، ولی ما داریم هر روز سوسری خود سوسری خود پرتر میشیم. شاکله حرف تمام این آقایون لیبرال که مجله پشت مجله، تلویزیون بعد از پشت تلویزیون، از بی بی سی و جاهای دیگه هم سر در میارن، این قصه حسین کل شبستری و افسانه سازی. خب حالا ما نشون میدیم که این حرف اولا درسته یا نه. اما نکته خیلی جالبش میدین چیه؟ آقای موسی غنی‌نژاد آدم باهوشیه و به شکلی هوش صحنه رو هم میشناسه و آدم رسانه شناسی هم هستش. ایشون هم مثل آقای زیبا کلام یکی از دلایلی که موفق شده که با اینکه حالا به قول خودشون دکتر هم درسشون تو حسابداری بود اول و اقتصاددان مثلا به شکلی خیلی درس خوانده نیست، اما موفق شدن که جریان سازی عمده ای کنن، این که بازی رسانه رو بلدن. و اینجا مثلا در چون جهان آراست، آقای غنی‌نژاد دلنگران قوانین اسلامه و دلنگران اینه که مکاسب و قوانین معاملات فقهی انجام نشده. واقعا یاد اون شعر عبید زاکانی آدم میفته که میگه گربه گشته است عابد و مسلمان ها. یعنی آقای غنی‌نژاد الان لیبرالیست هستن یا اینکه نه، نگران این هستن که قوانین فقهی مثلا در قانون اساسی به قدر کافی اجرا نشده. بعد هم میگه که قانون اساسی ایران به شکلی اسلام و سوسیالیسم با همدیگه سازگار نیست. بعد اسلام و آدام اسمیس یا اسلام و هایک با همدیگه سازگارن. اصلا واقعا چیز عجیبی. حالا قبل از شروع کردم، من فقط برای اینکه ریاکاری نباشه و به اتفاق به شکلی چیزی نیفته، بذارید خیلی خیلی واضح و صریح بگم. آقای غنی‌نژاد میگه که ما چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نداریم. حالا اینجاست که میگه که ما با مکاسب و با معاملات و اینها خیلی توی قانون اساسی اینجا نیستش، ولی جای دیگه در این مناظره میگه که ما اقتصاد اسلامی نداریم. آقای درخشان هم میاد چه سعی می‌کنه به ما اقتصاد اسلامی داریم و نمیتونه بنده خود توضیح بده، مثل اغلب چیزایی که سعی کرد توضیح بده و نتونست توضیح بده و کلا آقای درخشان نامنسجم، نامفهوم، تا حدی بعضی جاها نامعقول صحبت کرد و اول آخر حرفش هم به هم دیگه نخورد. این هم مثل اون توضیح نمیده. ولی درک خود بنده اینه که خب ما در قرآن و در تاریخ و در تمدن اسلام اگر هم چیزی به اسم اقتصاد برآمد از اسلام داشته باشیم، یک نکته خیلی واضحه بعد برای شخص من اینه که ما به اقتصاد رو، اگرچه یک کلمه است، اما اقتصاد در عصر مدرن و اقتصاد در عصر پیشا مدرن که با هم یکی نیستن. که اقتصاد در عصر مدرن با رشد و با توسعه و با به شکلی معاملات و تجارت‌های سر و کار داره که ابعادش برای هر انسان عصر پیشا مدرن اصلا قابل تصور نیستش. جی دی پی یک شهر کوچیک ایران احتمالا معادل جی دی پی کل جهان عرب و تمدن اسلامی شاید مثلا در اون زمان‌ها محسوب بشه، اصلا قابل مقایسه نیستش. و همینطور هم استیت یا دولت یا حکومت به معنایی که ما استفاده می‌کنیم امری مدرنه. امریکا از قرن 17 هم به بعد
به این شکل به وجود میاد. سرمایه‌داری هم روابطی مدرنه که ریشه داره در چی؟ ریشه داره در فرمی از تولید که درش تقسیم کار انجام میشه. یک تلویزیون رو یک استاکار دیگه درست نمی کنه، بلکه هزاران نفر در یک محصول شریک هستن و یک خط تولید هست و این تقسیم کاری که باعث میشه که تولید در عصر مدرن و عصر سرمایه‌داری با تولید در عصر پیش سرمایه‌داری به صورت ماهوی و کیفی متفاوت باشه. برای همین حتی اگر قوانین درباره تجارت و معامله در بالا اسلام و روایات و به شکلی به کتب اسلامی هستش، شما نمیتونی از این به صورت بدون میانجی بیای و بعد مثلا اقتصاد کشور نفتی ایران 1057 یا ایران 1402 یا مثلا چین با 20 تریلیون دلار رو شما بیای نتیجه گیری کنی. اسلام، جمهوری اسلامی هم توش وجود نداره. کجای قرآن و کجای روایات و احادیث کلمه الجمهوریت الاسلامی اومده؟ مسلمان نیستش. اما آن چیزی که هست و ما به عنوان مسلمانان، حالا ادهی عقیدتی ادهی دیگه، ما مسلمانان فرهنگی، یعنی کسانی که در ساحت تمدن اسلام و تا ساحت تمدن مسلمانان آفریده شدیم و هبوط پیدا کردیم، میتونیم رو بگیم که ما از اسلام به عنوان جایی که به عنوان حیطه تمدنی که افقهایی باز میکنه، افقهایی برای اخلاق جمعی، برای زیست جمعی و برای ما به شکلی قایتهای مشخص میکنه، میتونیم بر اون اساس بیایم و قوانین اقتصادی رو به شکلی استنتاج کنیم، بگیم ما چگونه اقتصادی باید داشت که با آن چیزی که جامعه اسلامی و به شکلی هدفش از ساخت جامعه بود سازگار باشه. اگر جامعه اسلامی جایی بود که انسان ها همدیگر رو بدرن مثل جنگل، خب اقتصادش هم باید نئولیبرالی باشه، چون اقتصاد نئولیبرالی میگه هر آن کسی که قوی تر است باید بره بالاتر و بالا بشینه و ضعفا هم باید برن پایین لهشن. خب اگر اسلام جایی گفته در قرآن که باید به شکلی اقویا برن و بالا، مثلا پاگان ها در روم قدیم، خیلی از ادیان هم هستن، برید بخونید، و ادیان خیلی از فرهنگ ها هستن، معذرت میخوام، خیلی از فرهنگ ها و خیلی تمدن ها هستن که به این معتقدن که جامعه ادامه نیچر و طبیعت و برای همین همون قوانین هم هستش و نباید به ضعفا کمک کرد و ضعفایی که به شکلی محکوم به نابودی هستن رو به زور و کمک بالا نگه داشت. خب اگر اسلام اینو میگه، خب بعد اقتصادی هم که ازش استنتاج میشه برای این سطح باشه. اما اگر میگه نه، اینطور نیستش که باید جامعه انسانی تر داشته باشید و ارزش ها همیاری و کمک و همدلی و غیره است، خب اقتصاد هم باید معرف اون باشه. برای همین ما چیزی به اسم اقتصاد توی گیومه در مفهوم مدرنش، اکونومی با جی دی پی های چند صد میلیارد دلاری و ابعاد معاملات به این شکل، تجارتی که از ژاپن تا شیلی و از آمریکا تا استرالیا ادامه داره، در همتنیدگی های به این شکل و فرماسیون تولید و شکل های تولید که میگم برای یک کالا گاهی ده ها هزار نفر در جاهای مختلف جهان درگیر هستن، اینها رو اگر شما بخوای بری و از داخل خود روایات و خود به شکلی از قرآن و سنت و غیره مستقیما استنتاج کنی، خب شما میتونید مثلا کسایی هستی که دنبال تربیع دایره بودن، 1000 سال 2000 سال دنبال کیمیاگری بودن و امر غیر ممکنه. اما میتونی با توجه به آن افقهای اخلاقی و زیستی که اون به شکلی اون ساحت تمدنی و دینی ترسیم کرده، بری و اقتصاد رو استنتاج کنی. برای همین همونطور که آقای آیت الله روح الله خمینی اومد یک چارچوب حکومتی در عصر جدید به اسم جمهوری اسلامی استنتاج کرد، جمهوری اسلامی که در قرآن که نیستش که، هر کسی هم بگه شما رو سر کار گذاشته، همون استنتاج کرد. ابوالحسن بنی‌صدر هم اومد اقتصاد اسلامی استنتاج کنه، آقای بهشتی هم همینطور، آقای باقر صدر هم همینطور و غیره، و بقیه دارن سعی میکنن که این کار انجام بدن. اما زرنگی آقای غنی‌نژاد چه بود؟ آقای غنی‌نژاد هر جا که به نفعش بود سریع انگ میزد که کمونیستا، مارکسیستا، سوسیالیستا، ای بی خداها، ای بی نامسلمونها، و واقعا باور نکردنی بود این سطح از انگ زنی و به شکلی مرعوب کردن حریف که آقا شما کمونیستید، شما با چی میخواید از مستضعفین حرف بزنید، غیره و غیره. و بعد حالا میگم جالب، خودش میگه اقتصاد اسلامی نیستش ولی اینجا نگران فقاهته. این زرنگ بازی و شاموکی بازی آقای
آقای قندنژاد و حتی اولین شامورتی بازی ایشون نیستش، ایشون جاهای دیگه هم به رنگ‌های مختلف در میاد و یک جور بارباپاپاس، یعنی مثلا با آقای آخوندی از دوستان خیلی خیلی نزدیکش که صحبت میکنه ایشون دفعه ایرانگرا میشه. خب حالا من بتونم برای شما نشون بدم ایشون چون با آقای آخوندی بسیار نزدیکن و خیلی هم فکر هستن و با ایشون که حرف میزنه در مورد این چه حرف میزنه، در مورد این حرف میزنه که ما باید به شکلی به ایران رو، ایران از همه چی مهمتره و ما باید به شکلی به ایران برسیم و غیره. من به اون گفتگو هم خواهم رسید. خب ولی در اینجا مثلا چون برنامه افق بود و برنامه جهان آرا بود، نگران اسلام شد. این نکته اول ما در مورد آقای قندنژاد.